سرخط مهمترین خبرها، اخطار طالبان به تمام جهان، ستایش طالبان از دانش آموزان برتر کنکور امسال در غیاب دختران. یونما، کسانی که دوباره به افغانستان برگشتن باید در نظام سهم داشته باشند. پلیس ترکیه 22 تن به شمول بمبگذار اصلی جاده استقلال در استانبول را بازداشت کرد. سلام دوستان، به یک از دیگر ویدیوهای این چینل خوش آمدید. اخطار طالبان به جهان. ادعای مقام طالبان: قدرت در افغانستان در انحصار یک قوم نیست. عبدالواسی، رئیس دفتر ملا محمد حسن آخن، نخست وزیر طالبان روز شنبه 21 میزان در ملاقات با گروهی از افراد که خودشان را نمایندگان و بزرگان هزاره و شیعان افغانستان عنوان می کنند گفت قدرت در افغانستان در انحصار یک قوم نیست، بلکه افراد از همه اقوام افغانستان در قدرت سهیمند. رئیس دفتر نخست وزیر طالبان سلطی این گروه بر افغانستان را فتح بزرگ توصیف کرد و گفت باید همه اقوام افغانستان در حفاظت از این فتح و در تقویت رژیم طالبان سهیم شوند. در خبرنامه دفتر نخست وزیر طالبان با نقل از ملا عبدالواسی آمده است پیروزی امارات اسلامی یک فتح بزرگ بود که به یک منطقه و قوم تعلق ندارد، بلکه مربوط به تمام افغانستان است و همه ما و شما باید برای بقایای این فتح بزرگ تلاش مشترک نماییم. ملا عبدالواسی با ذکر این که ممکن است در برخی زمینه ها مشکلات و کاستی های وجود داشته باشد مدعی شد که مردم هر قوم و منطقه در امارات گروه طالبان حضور دارند. یوسف احمد سخنگوی طالبان نیز در این نشست ادعا کرد که امارات طالبان به یک قوم، منطقه و زبان خلاص نمی شود، بلکه متعلق به همه اقوام افغانستان است. این دو مقام طالبان در حال این ادعا را مطرح کردند که ساختار رژیم طالبان در اختیار افراد پشتون تبار است و هیچ فرد از اقوام دیگر در سمت‌های مهم در این گروه حضور ندارند. در خبرنامه دفتر نخست وزیر طالبان در مورد مطالبات و سخنان افرادی که به نمایندگی از هزاره ها و شیعان افغانستان با مقام های طالبان دیدار کردند چیزی نیامده، اما ادعا شده است که شرکت کنندگان ضمن اعلام حمایتشان از رژیم طالبان تعهد کردند که برای تقویت این رژیم تلاش می کنند. یکی از افرادی که در ملاقات با مقام های طالبان حضور داشت با شرط محفوظ ماندن نامش به خبرگزاری اندپندنت فارسی گفت این ملاقات با هدف به اشتراک گذاشتن شکایات و مشکلات مردم در مناطق هزاره نشین و شیعه نشین افغانستان با سطوی رهبری طالبان صورت گرفت. این منبع آگاه افزود که با مسلط شدن طالبان بر افغانستان کوچ اجباری هزاره ها از خانه ها و روستانشینان، اخاذی طالبان از هزاره ها به بهانه های مختلف و همچنین ظلم و شکنجه از طرف کوچی های مسلح افزایش یافته است. به گفته این منبع آگاه، افراد حاضر در ملاقات با رئیس دفتر نخست وزیر طالبان با یادآوری این موارد به سران این گروه گفتند که اگر جلو شکنجه، اخاذی و کوچ اجباری هزاره ها گرفته نشود، این روند در سراسر افغانستان گسترش خواهد یافت و مردان بیشتر قربانی این نوع عملکردها خواهند شد. سران طالبان تا 14 ماه سلطه این گروه بر افغانستان همواره مدعی شدند که رژیم این گروه نماینده تمام اقوام افغانستان است، اما در این مدت هیچ فرد از اقوام غیر پشتون و خارج از گروه طالبان در سمت‌های مهم در نهادهای زیر سلطه این گروه گماشتن نشدند. تا این جریان مقام های کشورهای خارجی به ویژه دیپلمات های آمریکایی، روسی، ایرانی و همچنان سران سازمان ملل متحد در نشست های مختلف از طالبان خواستند که برای تامین ثبات در افغانستان اقدام به تشکیل دولت فراگیر کنند، اما طالبان در پاسخ به این درخواست ها گفتند رژیم حاکم در افغانستان فراگیر است و از همه اقوام افغانستان نمایندگی می کند.
ستایش طالبان از دانش آموزان برتر کنکور امسال در غیاب دختران. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان روز یکشنبه از 10 دانش آموز برتر کنکور در غیاب دختران تقدیر کرد. در کنکور امسال با مدیریت طالبان هیچ دختر در میان 10 دانش آموز برتر نبود. در پی افزایش انتقادها، طالبان بعداً 2 دختر را به جمع دانش آموزان برتر کنکور اضافه کردند. تصاویر این نشست نشان می‌دهد که 2 دختر ممتاز و برتر کنکور امسال به این نشست دعوت نشدند. در این مراسم، طالبان از 10 دانش آموز برتر کنکور مرکز آموزشی کارت نیز تقدیر کرد. در میان 10 دانش آموز برتر کنکور، 4 تن از دانش آموزان مرکز آموزشی کارت شاملند. در این مراسم مدیر مرکز آموزشی کارت از طالبان خواست که امنیت مرکزهای آموزشی را تامین کنند. یونما، کسانی که دوباره به افغانستان برگشتند باید در نظام سهم داشته باشند. رئیس هیئت امنیت سازمان ملل متحد در افغانستان یعنی یونما در دیدار با شهاب الدین دلاور وزیر معدن و پترولیم طالبان تاکید کرده است که آن عده‌ای از کسانی که دوباره به افغانستان برگشتند باید در نظام سهم داشته باشند. یونما روز دوشنبه 23 عقرب با نشی تیویت گفته است که همه افغانهایی که به کشور بازگشتند باید بتوانند در توسعه افغانستان سهیم باشند. قابل ذکر است که وزیر معدن و پترولیم طالبان همزمان مسئولیت کمیسیون تماس با افغانهای خارج از کشور را بر عهده دارد. پلیس ترکیه 22 تن به شمول بمبگذار اصلی جاده استقلال در استانبول را بازداشت کرد. یک روز پس از انفجار در یکی از جاده های پر ازدحام استانبول، پلیس ترکیه از بازداشت بیش از 20 تن در پیوند به این رویداد خبر داده است. رویترز روز دوشنبه 14 نوامبر گزارش داده که دولت ترکیه شبه نظامیان کرد را مسئول این بمبگذاری دانسته است. سلیمان، وزیر داخلی ترکیه گفته است دستور حمله جاده استقلال در کوبانی، شهر در شمال سوریه صادر شده است، جایی که در سالهای اخیر یکی از اهداف عملیات‌های نظامی ترکیه بوده است. انفجار روز گذشته در استانبول که 6 کشته و پیش از 50 زخمی بر جای گذاشت، از سوی آمریکا، اروپا، مصر، اوکراین و یونان نکوهی شده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه‌تان.